سونامی فساد سیستماتیک در ساختار پولی کشور افشای ابعاد تازه ای از وام های عشقی در ایران توضیح 91 هزار میلیارد تومان وام با سود پایین بین کارمندان بانک ها چگونه در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی قانونی شد؟ بعضی وقتی درباره فساد حرف میزنن افراطی حرف میزنن هواستون باشه سیستمی نه آقا فساد اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست در حالی که افشای پرداخت وام دو میلیارد و 700 میلیون تومانی قرض مجید اشخی رئیس سازمان بورس به خودش جنجالی شد و به استعفای او انجامید ابعاد تازه ای از تبعیضی سازمان یافته در ساختار بانکی ایران فاش شد عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشیان در واکنش به افشای وام بانکی هیئت مدیره سازمان بورس مدعی شد دولت چهاردهم برای مبارزه با فساد آمده و اجازه ویژه خاری را به کسی نخواهد داد اما بانک مرکزی به تازگی آمار وام های 20 بانک و مؤسسه مالی اعتباری به کارکنانشان در سال 1402 را منتشر کرد که بر اساس آن بانک ها بیش از 91 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام دادند. فهرستی از وام های چند میلیونی وقتی دو مؤسسه قرض رسالت و مهر بیش از یک میلیارد و 400 و یک میلیارد و صد میلیون تومان به کارمندانشان وام پرداخت کردند با این همه با توجه به تعداد کارمندان هر کدام از این مؤسسات و بانک ها مقدار وام های پرداختی به کارمندان شش بانک بزرگ ایرانی تکان دهنده است برای مثال بانک ملت به بیش از 18800 کارمند خود 940 میلیون تومان وام داده و بانک سپه به هر کدام از حدود 40000 کارمندش به طور میانگین 850 میلیون تومان وام پرداخت کرد با این حال مبلغ وام های خود بانک مرکزی به کارکنانش اعلام نشد چون بانک مرکزی هاش بعضا از این ها خیلی بالاتر و یه مقدار چرپتر هم داره دریافت میشه کسی سمتشون نرفت و اعلام نکرده این هزاران میلیارد تومان وام تازه 48 درصد کمتر از سال گذشته است واقعیتی که نشان میدهد بانک ها سال هاست در این کوچه خلوت گشاده دستان سپرده های بانکی را بین خودشان تقسیم میکنند در حالی که مردم عادی برای دریافت چند میلیون تومان وام باید از هفتخان رستم پارتی و زامن بگذرد نکته جالب اینجاست که هر کارمند با دو سال سابقه کار میتواند از این وام های کلام بهرمند شود وام هایی که به گفته وزیر اقتصاد و دولت پزشکیان قرض الحسنه نیست اولا بانک ها قرض الحسنه نمیدن به کارمنداشون نرخ سود داره سود میگیرن ازشون حالا الان یادم نیست 10 درصد بالاتر از 10 درصد اگرچه یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که در حال رسیدگی به این پرونده است چیز دیگری میگوید ی درصد اضافه میکنن دو درصد بهش اضافه میکنن بعد میگن آقا این تحصیلات قرض الحسنه نیست تحصیلات قرض الحسنه مثلا 4 درصد این 6 درصد پس بنابراین شامل حالش نمیشود به گفته یک نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در حالی که یک بانک به کارکنانش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان وام داده مردم نمیتوانند از همان بانک وام ازدواج بگیرند این کمیته فاش کرده که کارمندان یک بانک یازده بار وام قرض الحسنه گرفتند اما وزیر اقتصاد از پرداخت این وام های کلان میلیاردی و چندصد میلیون تومانی به کارمندان بانک ها دفاع کرد و اینم بگی بالاخره کارمندان های زحمت کشی بانک هم بالاخره یه حق قوی دارن ما نمیگیم که جداگانه مردم باشیم میگیم بالاخره شیشه صبح میان سر کار تا آخر وقت از تو تعطیلی به افسر ما همیشه با سر کار باشن بعید است که همتی از ساعت کار بقیه کارمندان و دولت بی اطلاع باشه آنها هم ساعت کار مشابهی دارند اما وام میلیاردی کم بهره نمیگیرن از طرف دیگر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در حالی بیش از 91 هزار میلیارد تومان وام به کارکنانشان پرداخت کردند که کل وام پرداختی به مردم برای خرید مسکن 87 هزار میلیارد تومان بوده و وام ودیه مسکن تنها حدود 18 هزار میلیارد تومان از طرف دیگر در شرایطی که 349 هزار زوج جوان در نوبت دریافت وام ازدواجند بانک ها میگویند اعتبار لازم برای پرداخت این وام را ندارند با این حال وزیر اقتصاد معتقد است وام پرداختی چندصد میلیون تومانی و کم به کارمندان بانک ها قانونی است. ثانی هم بالاخره اونا هم بر اساس و مقرراتی دارن پرداخت میکنن، مقرراتی که سالها وجود داشته. در روزهای اخیر رئیس سازمان بورس هم مدعی شد وام های عشقی قانونی بود. پرداخت تسهیلات در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر اساس قوانین و مقررات بوده. رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی میگوید این وام ها با هدف حفظ و نگهداری کارمندان در سیستم بانکی پرداخت می شود. بر اساس آینامه بانک مرکزی که سقف پرداخت وام به کارکنان بانک را یک میلیارد و میلیون تومان تعیین کرده اگرچه خزریان نماینده مجلس میگوید این در واقع سقف وام نیست بلکه حداقل مانده تسهیلات است یعنی کارمندان بانک با بدهی 830 میلیون تومانی باز هم میتوانند وام بگیرند رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی هم میگوید کارمندان برخی بانک ها هر ساله وام های قرض تجدید نظر شونده دریافت میکنند یعنی آخر هر سال اقساط پرداختیشان همراه با افزایش سالانه سقف وام به آنها برگردانده می شوند. نگاه من دید من اینه فساد در کشور سیستمی نشده هر کس میگه سیستمیست بی می خود میگه به نظر میرسد از مرحله سیستماتیک گذشته و در جمهوری اسلامی تبعیض و فساد قانونی شد در نظامی با مدیریت او و با سلسله مراتب عشقی مشتبه پول محسن لندن